به نماز اول وقت بسیار اهمیت میداد. پیش از آغاز نبرد و پس از پیروزی نماز میخواند تا سپاهیانش دریابند همه این درگیری ها و خشونت های ظاهری باید رنگ خدایی داشته باشد و نه انتقام جوی شخصی و یا کشورگشایی میفرمود چیزی محبوب تر از نماز نزد خداوند نیست پس هیچ کار دنیوی باعث نشود آن را از وقتش تأخیر افکنید هنگام قهد سالی نماز باران میخواند پس از نمازها تعقیبات میخواند از زبان پیامبر نقل میکرد که نماز شب باعث خرسندی خداوند عشق فرشتگان به برپادارنده آن سنت پیامبران می شود نماز شب نور معرفت پایه ایمان آسودگی بدن تنفر شیطان سلاحی علیه دشمنان پذیرش نیایش قبولی کارها برکت درآمد واسطه صاحبش با فرشته مرگ چراقی در قبر پاسخ نکیر و منکر همدم و بازدید کننده در قبر است خودش هرگز نماز شب را ترک نکرد حتی در شب لیلت الحریر که نبرد دشوار سفین در آن شب زمستانی رخ داد پاها و ساقهایش از ایستادن در نماز ورم کرد ابن عبل میگوید و اما عبادت پس علی آبترین و پرنمازترین مردمان بود از همه بیشتر روزه می گرفت و نمازهای مستحبی را برپا می داشت و هماره ذکر می گفت و چه گمان می ببری درباره مردی که پیشانیش از بسیاری سجده همانند زانوی شتر شده بود